میم ها. به یه قسمت دیگه از میم ها خوش اومدید رفقا. توی این ویدیو میخوایم میم های ردیتتون رو ببینیم. هر چند وقت یک بار من میام میم های ردیت رو با هم نگاه میندازیم ببینیم چی کار کردیم. اگه هنوز عضو ردیت من نشدین همین الان عضو بشین، لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم. ویدیو رو میریم شروع میکنیم با یه حکایت. آوردند روزی سرین در حال درد و دل کردن با دکش بود. به دکش میگفت امروز میخوام ببرم پیش خانم دکتر. یه دکش یکم اومد بالا. سرین ادامه داد بعد باهاش روبوسی کنم. دکش یکم دیگه اومد بالا. بعد ازش لب بگیرم. دکش کاملا سیخ شد. بعد شلوارشو در بیارم. دکش دیگه داشت از شدت شق درد به خودش میمالید. یهو سرین با گلنار اونو غافل گیر کرد. کیان تو تفسیر نمیذاره یه دقیقه هدر برو، دوست داره فقط تفسیر کنه. تو سعی کن نخندی هم همینطور، تو رازهای پروژه کارا هم همینطور، تو میم هاب که فقط 12 دقیقه است 6 دقیقه با فرو در 6 دقیقه چه خبره؟ من فرواد چقدر صحبت میکنه؟ فرواد بچه تلسم شده. فرواد بگو I love BTS. بگو I love dick. I love dick. بچه فرواد رو تلسم کردم. اگه ویدیو قبلیمون رو دیده باشین فرواد تلسم شد با این پیکسل کیوتی پای. هر وقت بگی BTS از دهنش دک بیاد بیرون. آخش چقدر من بدم. داری میزنی یا بابا بزرگت بیاد. یادت بیاد بابا بزرگت آلزایمر داره. یادت بیاد بابا بزرگت برده. دیوونه اینا. من تو مدرسه یه مرده میخوره به نرده. استخاره هرکی نخنده. رفیقام خوبه. این خنده عطاوکی باید برنده اسکار بشه. خودتون یه بار دیگه خندهشو ببینی. عاشق این خندهش هم لامست. فرض کن عطاوکی سیویلا رو بزنه یا اصلا سیویلاش هم باشه بری جا جوکر بازی کنه اینجوری بخنده. وای چه شبه. یکم دقت کنید خیلی راز تو این خنده نهفته است. سال آیندگان قضاوت خواهند کرد. این لبخندش یه جور با درده. این خنده رو تو شبکه‌های خارجی یکی انجام میداد الان خارجی‌ها اینو به عنوان غمگین‌ترین و خفن‌ترین خنده سال معرفی میکرد. آقایم بی ام دبلیو داره. آقاییش پراید بی ام. واقعا این چه کاریه؟ من همیشه واسه من سواله یه لوگوی بی ام و میچسبونن به پراید یا 206 فازشون چیه؟ خز میشه خب ماشین اینجوری. سلام من فربادم، اومدم با یه فکت دیگه. خورشید علاوه بر این که پشتش به باز نه هم هست، چون همش پشت ماهای سیاره های مختلف بیاد. مندری من اینجا کلی خرید کردم. ببینید تلویزیون بزرگ خریدم، یه ماشین خیلی خفن مثلا گرفتم. به بهمن دارم میگم فقط همونو میخوای؟ بهمن میگه آره. حالا چیو برداشته بهمن؟ مرگ فربودو. هیچ کدوم اینا رو نمیخواد بهمن. هیچی تو این دنیا نمیخواد جز کی میمیری کیرن تو کاس مادر کی میمیری فربود خاک کاسه کی میمیری جز مرگ فربود. فقط مرگ فربودو میخواد. داخل مغز کیودیپای آلبوم ماسک 10 سال بعد، زبون کیودیپای آلبوم ماسک به زودی بیاد. آقا مسخره نکنید، خب آلبوم بود داره فعلا کار میشه روش. یه ذره دیگه صبر کنید خبرهای جدی تری بهتون میدم از آلبوم. یکم یه نفر از امروز دیگه نمیزنم هفته بعد. گوهر اسم چیه؟ اسمم رضا. کیومرس ازیاد نکن. کیومرس نکن. کیومرس دارم ویدیو میسازم. کیومرس من از خیلوازی در نیار. کیومرس نکن، داریم میبینیم نکن. وقتی یکی تو خیابون بهم زول بزنه چیزایی که تو ذهنم میگذره. دیل و اجدری دیدی؟ دیل داشته اسکش دیگه نکن. چیه؟ کیره خر رو دیدی؟ نکنه لباسم سوتی داره. او مای گاد خیلی رو مخه. یکی تو خیابون بهتون زول بزنه همش حس میکنی یه سوتی دادی. البته شب به خاطر خوشگلی بیش از حدم باشه. وقتی دارم دنبال عروسک فرباد میگردم چیزی که میخوام
چیزی که واقعا پیدا میکنم، عروسک قوچ مدل کیوتی پای 82. واقعیه؟ نگردیم بچه، فربود فقط یه دونه تو دنیا تولید شده بود که او یه دونه هم دیک فوریبر به من رسید. دیک فوریبر. چقدر بچه خوبه این تلسم، باعث شده که فربود نتونه بگه BTS. Did I ever tell you the definition of insanity? چه حسی داری فرد؟ شد رایی بخواد دکشو تو دهده بدم بدازه برو بیدم تخم سگ. توی لایون گنگ کالکشن به زودی میخواییم فربود بفروش، فعلا لباسا و ماگای حرارتی رو بخرید، هر وقت فربودامون رسید بهتون خبر میدم. کارت های بازی کیوتیپای برای اولین بار در سابردیت معرفی شد. برای خرید این کارت لازم نیست که پول بدید. چه باحال، کیوتیپای کیلر، کینگ سرین، جادیسی، بهمن دکتر ناسا، فرباد مادر BTS. BTS چه ربطی به ما داره؟ کالباسا تو با شوق برای بعدا میذاری تو یخچال، صبح بیدار میشی کالباسا رو شیاف کنی، میبینی کالباسا نیست و پیدرت نونو سس دستشه، میبینی ظرفی که کالباسا توش بود کدارشه و خالیه. من دیگه قبلا با کالباسا رو جا گز باش رو بر رفته بودم. دارکه این میم، وقتی به این فکر میکنه که اگه BTS نابود بشه فربود از دست میدی، اینقدر مهمه یعنی فربود. وقتی تسبیح زیبای کیان رو میبینی، اینها اینجا هست، اینها ببین تسبیح رو نگاه کن، حتما شما هم یه تسبیح بخرین دستتون باشه، به خدا نزدیکتر میشین، باور کن. ددی ملازاده است. بفرمایید. الو بفرمایید. سام خودتی؟ تلفنو میبینی؟ تلفنو. بله. بگو تو جونت. خداوند لعنتت کنه. خداوند لعنتت کنه. لعنت خدا با تو. صدا گذاری بود ولی با لایون گنگی ها که عکس تمام شخصیت های کیان رو گذاشتن، اما نمیتونن عکس کیومرس رو بذارن. بچه یه بار کیومرس خودش رو نشون ده. خودم نشون بدم الان؟ نه الان نمیخوا. بذار نشون بدم خودم و کیان. چرا نمیگی؟ نمیخوایم ببینیم. خب میرم الان کیرا میمونم، همون یه بار که ایدم بسته. هر کس اون ویدیو رو دیده تو کامنت ها معرفی کنه. اینو فرباد خودت بگو، بلدی خوندن؟ بلدی؟ من سواد ندارم. بگو BTS forever. Take forever. اصلا نترسید الان نجاتتون میدم. BTS forever نجاتش داده. آره وقتی اونجا رسیدم سوخته بود. تقدیم به همه دایی ها با احترام. دایی شدم خورم و گاییده. بیخیال آخو بیخیال. میمه بعدی. اه اه اه. پام رفت روی گو. پاشو نگاه کرد. این چهار تا فود بلاگر اینستا رو دید. منطقیه، منطقی. نبرد جدید و تنگ و تنگ فربود و سجاد غریبی، اما برنده کیه؟ شما جنگای فربود رو دیدین؟ من فکر نکن بهش. اما جنی تو هم فکر نکن، تو هم فکر نکن بهش. اینجوری عقده میشه واسه تون، بخیال. کیان، گرم کردن غذا با مایکروویو؟ نه، گرم کردن غذا با کون فربود، همینو میخوام. اگه اون تست غذای یخ زده رو دیده باشین منظور این میمو درک میکنه. با کون فربود اون غذای یخ زده رو گرم میکنه. خب منطقی به نظر میومد. آقا فربود خیلی گرمه، کلی پشم داره. بی آن بی ایک فوریور. مسابقه دیدنی بین مهراتیدن و هیچکس توی رینگ. یزیدا شیر ایران کیه؟ من با شیر تزیه مقایسه کردیم. میرم یوتیوب ویدیو کیان رو ببینم، خواهرم میگه منم میخوام ببینم. بذار ببینیم اگه چیه ویدیو، ویدیو کیودی پازی بده نداره توش. بچه کنی دیکم و دهن همه اینو کردم، فقط یکی مونده. البته نزدیک بود الان تو همین ویدیو رو صورت منم زبدر بزن، اجازه ندادم بهش. فرباد میبینی؟ خیلی درد داره ها. محصول جدید شورت مردانه کیوتی پای، چه طرحی زدن ها ایوه. رو دکش
رو اونجایی که حالت تون قرار میگیره دعیسه بشه کیودی پای. حالا نمیشد اسم رو ننویسیم پیتزای کیودی پای. دمتون گرم. اینه چیه درست بکنین؟ ای بر پیتزای کیودی پای. امیدوارم یه روزی بیاد، مطمئنم خیلی خوشمزه است پیتزای کیودی پای. اگه کسی حرف از عدالت توی این دنیا زد، این عکس رو نشونش بده. شیر ایران از صفر شروع کرد و بدون همکاری خاصی با کسی به اینجا رسید. اما یکی مثل اید کودی بده هیچ زحمتی ویدیوهاش بیشتر دیده میشه. یکیه اید دادیال چیزه پایدار دیل و اجداییه. آقا شورت یوتیوب معمولا خیلی بازدید بخوره. هم ویدیوهای شورت بیشتر ساب میده، همین که بیشتر بازدید میده. الان همین دانیال دیل و اجدایی تفسیرش هم کردیم. اگه یه ویدیو طولانی بذاره فکر نمی‌کنم همچین بازدیدی بخوره. شورت یوتیوب یه جورایی مثل همون اینستاست. انگار که اومدم مثلا تو اینستا دارم ویدیو آپلود میکنم. با ویدیوهای ما متفاوته. منطقیه دیگه. نگران نباشین بچه‌ها، ناراحت نباشین. الان خود منم مثلا شورت ویدیو شورت بذارم بازدید زیادی می‌خوره توی کانالم 100%. ولی من ویدیوهای شورت هم بیشتر داخل چنل دومم میذارم. جدیداً ویدیوهای شورت میذارم مثلا حالتای گیم و چیز ریاکتی خاص تو چنل دومم میذارم کیودی پای تایم. داخل چنلم هم بیاین قسمت چنلز میتونین چنل دوممو پیدا کنین. مقایسه شیر تزیه در مقابل هالک ایران. فالوورز میتونه مبارزه کنه شیر تزیه، گنگ شیر تزیه، رقص شیر تزیه، فوتوشاپ بلده حال، گندگوزی حال، جاودانه شیر تزیه، برنده شیر تزیه. کیون فربول انگوش کرد، یعنی به یه BTS فن تجاوز کرد. واسه ببینم مگه کیون و فربول پسر نیستن؟ یعنی کیون وقتی فربول انگوش کرد گی کرد؟ نه. بعضی برای این که عاشق طرفن انگشتش میکنن، مثلا بعضی برای این که خیلی رفیقشون رو دوست دارن انگشتش میکنن، بعضی برای تحقیر رفیقشون رو انگشت میکنن، بعضی برای این که بگن من بهت حس دارم دوستت دارم رفیقشون رو انگشت میکنن. خیلی این انگشت کردن اصلا مبحث طولانیه. گونی میکنمت تو گونی میکنم. خیلی دارک شد. با ویرگول خیلی از جمله ها تغییر میکنه. داره زمین رو نابود. بریم یه چند تا آرت ببینیم. گیگا چت، بهمن و استاد رستمی، سه تا از بهترین رفیقا. میخواستیم گی کنیم نه؟ برای من آدم ها جالبی بودن. فرباده کشیدن فرباده. ایوان او مای گاد، این آرت رو نگاه، چقدر باحال شده. ای بر خیلی از این آرتو خوش آمد. دم هر کسی که این آرتو درست کرده گم. ای سی پلیر اسمش توی دیسکوردمونم قسمت کاورش اینو گذاشتیم. این بوده از میم های ردیتمون فعلا.